سرخط خبرها، خبری که باید تا آخر تماشایش کنید. افزایش تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان زنگ خطر در جهان ایجاد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه اقدام واقع بینانه است. طالبان دو تن را در خوست شلاق زدن. شش کارمند شهرداری طالبان در جلال آباد به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. رئیس شفاخانه حوضوی هرات ورود زنان به دفتر کارش را ممنوع کرده است. و یک تن از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان کشته شد. باید خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. ذبیح‌الله مجاهد، حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه اقدام واقع بینانه است. سخنگوی طالبان با استقبال از اقدام روسیه برای حذف این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی آن را یک اقدام خوب و واقع بینانه دانسته است. وزارت خارجه روسیه گفته است که موضوع حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه در حال بررسی است. رادیو ملی تحت اداره طالبان روز سه‌شنبه 14 دی حمل گزارش داد که ذبیح‌الله مجاهد گفت امارات اسلامی یک حکومت بوده که به خاطر استقلال افغانستان مبارزه کرده و از مردم افغانستان نمایندگی میکند. او تاکید کرد که حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه یک اقدام واقع بینانه است و دیگر کشورها هم باید درباره طالبان واقع بین باشند. با اینکه آقای مجاهد تاکید کرد که طالبان نماینده اصلی مردم افغانستان است، هنوز هیچ کشور اینها را بر عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است و بسیاری از گروه های سیاسی مشروعیت داخلی آن را تایید نمی کند. با این حال، سخنگوی طالبان گفت که اگر کشورهای دیگر گام های برای تعامل با طالبان بردارند، اقدامشان ستودنی خواهد بود. او افزود که با در نظر گرفتن واقعیت ها درباره طالبان، بین این گروه و کشورهای دیگر اعتماد به وجود خواهد آمد و باعث پیشرفت های مهم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک خواهد شد. به گزارش رادیوی ملی، روسیه در حال موضوع حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کند که پیش از این سفیر قزاقستان در کابل گفته بود این کشور طالبان را به گونه رسمی از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. طالبان دو تن را در خوست شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که دو تن را به اتهام لواطت در ولایت خوست شلاق زده است. دادگاه عالی طالبان روز سه‌شنبه 14 دی حمل با انتشار خبرنامه ای نگاشته که این حکم بر اساس فیصله دیوان جزای دادگاه ابتدایی شهری این ولایت در محضر عام اجرا شده است. طبق خبرنامه، در کنار شلاق، هر یک از متهمان به 5 ماه و 18 ماه زندان نیز محکوم شدند. طالبان در 2 روز گذشته دست کم 9 تن را به اتهام‌های مختلف در خوست و فاریاب شلاق زدند. روز گذشته نیز طالبان 6 تن را به اتهام فریبکاری در ولایت خوست شلاق زدند. خبر را که باید تا آخر تماشا کنید. آیرش تایمز: افزایش تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان زنگ خطر در جهان ایجاد کرده است. آیرش تایمز گزارش داده است که افزایش تهدیدات تروریستی بین‌المللی مرتبط با افغانستان زنگ خطر را در میان دولت‌های جهان ایجاد کرده است. این رسانه مستقر در ایرلند در این گزارش گفته است افغانستان زیر اداره طالبان که زمان بعد طراحان حمله‌های 11 سپتامبر یعنی القاعده پناه داده بود، دوباره به کانون امن گروه‌های جهادی با جاه‌طلبی‌های جهانی مبدل شده است. در گزارش آیرش تایمز به نقل از تحلیلگران با اشاره به حمله‌های اخیر داعش خراسان در کشورهای منطقه آمده است که این گروه جهادی پس از عقب نشینی ایالات متحده از افغانستان قدرت قابل توجیه به دست آورده و فعالیت بین المللی خود را افزایش داده است. در این گزارش آمده که داعش در چندین اقدام تروریستی بین المللی اخیراً در کشورهای منطقه و جهان دست دارد، از جمله بمب‌گذاری‌ها در کرمان ایران که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت، حمله به کلیسای در ترکیه و طرح خونسا شدن اخیر برای حمله به پارلمان سویدن که احتمالاً از افغانستان هدایت شده بود. در همین حال، در این گزارش از تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP به عنوان گروهی که حمله های مرگبار را در این کشور انجام می دهد نیز به عنوان متحد طالبان افغانستان یاد شده است.
مقام‌های پاکستانی بارها طالبان افغانستان را به حمایت از تی تی پی متهم کردند و بارها در این زمینه نیز هشدار دادند. در آخرین مورد، خواجه حاسب وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با صدای آمریکا ادعا کرد که اگر طالبان در رویکردشان نسبت به این کشور تغییر نیاورند، آنان حق دارند که دهلیز تجاری افغانستان با هند را که از مسیر پاکستان می‌گذرد ببندد. اما طالبان پیش از این گفتند که از تی تی پی حمایت نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده شود. این در حال است که انستیتوت صلح ایالات متحده در تازه‌ترین گزارشش به نقل از میر، کارشناس ارشد این انستیتوت گفته است که پایگاه اصلی داعش خراسان افغانستان است. شش کارمند شهرداری طالبان در جلال آباد به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. منابع محلی در ننگرهار میگویند که شش کارمند شهرداری طالبان در جلال آباد از سوی استخبارات این گروه به اتهام فساد مالی بازداشت و زندانی شدند. منابع میگویند که طالبان این افراد را روز سه‌شنبه 14 حمل بازداشت کردند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده شامل شیرین آقا نبی زاده، رئیس دفتر شهرداری طالبان در جلال آباد، دلاور ارباب، عامر نایی اول و چهار کارمند دیگر این اداره هستند. منابع دلیل بازداشت این شش تن را جمع‌آوری پول و تحویل آن به عبدالرازق زیایی، شهردار طالبان در جلال آباد عنوان کردند. استخبارات طالبان و شهرداری جلال آباد تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. رئیس شفاخانه حوزوی هرات ورود زنان به دفتر کارش را ممنوع کرده است. منابع محلی در هرات میگویند که رئیس گماشته شده طالبان برای شفاخانه حوزوی هرات مراجعه زنان به دفتر کارش را ممنوع کرده است. منابع روز سه‌شنبه 14 حمل گفتند که این فرد براعت معین نام دارد و چند پیش از سوی طالبان به این سمت گماشته شده است. در همین حال، زنانی که میخواستند برای طی مراحل کارها و یا درخواستی هایشان به دفتر براعت معین مراجعه کنند، میگویند که با آنان اجازه داده نشده است تا او را ببینند. یک تن از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان کشته شد. نور اسلام نظامی، یک تن از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، در نتیجه تیراندازی تفنگداران ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. تریبیون گزارش داده که نور اسلام نظامی روز سه‌شنبه 2 اپریل در منطقه میرشا در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان مورد هدف قرار گرفته است. یک افسر پلیس گفته که نظامی در اثر تیراندازی جان خود را از دست داده است. وی افزوده است جسد وی برای انجام اقدامات لازم به شفاخانه میرانشاه منتقل شده است. طبق گزارش، مقام‌ها تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز و مدارک را از محل جمع‌آوری کردند. مسئولیت این رویداد را تا اکنون گروهی بر عهده نگرفته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.